اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. خاکسترت هر روز بر شام سینمای فرو ریخته پرواز می کند. جلاد از فتح خیش می خندد. با ذوب 400 انسان بر کرسی خلافت قاصب تکیه زد. روح پلید شیطان نام خدا را دزدید. با دیدگان کینه و نفرت ایران سربلندتر از ابر را بلعید. با سینمای رکس تاریخ مرگ ورق خورد و روزگار درد و جنایت هر روز تکرار می شود. علیرضا نوری‌زاده چهارشنبه اول شهریور ماه 23 اوت به شما سلام می کنه. وقتی شهریور می اومد دلا به شور میفته. یه ما دیگه مدرسه تموم شد، کتاب نویسی رو باید تموم بکنی، آماده بشی برای سال کتابا رو بری بخری، برم مغازه آقای شاد یه بسته کتاب و کتابچه و قلم و دفتر و خودنویس شیفرز و یادش بخیر. عجب روزای قشنگی بود، چه روزای قشنگی، یادش بخیر. خب امروز و بخش عمده ای از صحبت ها راجع به سینما رکسه. چرا این داغ رو من تازه می کنم؟ چون با این جنایت خمینی به آرزوش رسید، رژیم رو محکوم کرد، مردم نادان رو، مردم آلوده جهل و آلوده خرافات رو که دنبال اون تو ماه بودن، پیغمبرشون شقلقمر کرده بود، این یکی هم پریده بود رو ما، این مردم رو فریب داد. شهر آبادان رو که به طور طبیعی داشت زندگی میکرد، کارگر نفت، راضی بود از زندگیش، منطقه بریم و بوارده در اوج زیبایی بود، تو چله تابستون برگای درختان سبز و چمن در اونجا برپا بود. من میخوام امروز با یه بچه آبادان صحبت کنم که اون روز نبوده ولی پدر و مادرش اون زجر رو دیدن و امروز برنامه‌ای که توی تلویزیون ایران فردا داره اسمش سینما رکس. ولی قبل از اون بریم حسین دهباشی، گفتگویی که با آقای فراهانی کرد، آقای مهندس فراهانی، وزیر و وکیل و معاون و از اصلاح طلبان سرشناس که حتی قیافش متفاوت با این آدمخواران ذوب شده در ولایت سیدعلی. بریم ببینیم او چه میگوید حالا که بعد از 40 و اندی سال متوجه شده که جهل در انقلاب پیروز شد. نگاه، همون آدم آقای کیاوش، آقای جزائری و بقیهشون بعد از انقلاب همه کاره شدن. یک جنایتکاری که 600-700 خانوار رو به اذانشون با کشتن 460-70 نفر همه کاره شدن، یه معلم ساده وکیل شد، نمیدونم قائم مقام استاندار شد، تو شهر هر قلعه دشخاص کرد، هزاران هکتار زمین رو به نام خودش کرد، و اون جزائری فاسد با اون قیافه کریهش
حالا میریم پیش یه بچه آبادان. بچه آبادان یا سه چهار تا چیز داشتم من خیلی دوست داشتم. کفش برک که یا از عراق میمد یا از کویت میمد، ساعت وسترن واچ، زیر پیرنی کاپیتان، حالا تیشرت بهش میگیم، شلوار لی، عینک ریبن. این مختص بچه های آبادان بود، جوان های آبادان. ما هم که میرفتیم آبادان وقتی برمیگشتیم تو ساکمون همه این آن اتکلون مننم بود، سبز بود، به صورت میزدی یخ میزد صورت، خیلی خوب بود. من تمام روزهای امتحان نهاییمو صبح زود ریش میزدم، منن میزدم، میرفتم سر جلسه. اغلبم دوستان آقا عجب بوی به به چی زدی، یادش بخیر، درود بر محمد تنگستانی. قربون شما. من قبل از اینکه وارد بحث و مصاحبه یعنی شروع کنیم صحبت کردن، این صحبت هایی که دکتر گفت همه اینا درسته، مال بچه های آبادان بودن، مال بچه کامبیزیا بوده، بچه کارگری ها بجز عینک ریبونش چیزی دیگه نداشتن. آره اونا مال بچه کامبیزیا، هم بچه های برای این بوارده بوده، ما بچه کارگری ها فقط عینک ریبون رو داشتیم، وگرنه ما بقیه چیزا رو نداشتیم. ما نداشتیم آقا، نداشتیم، نبوده، نه اینکه نبوده، پولش نبوده. قبل از اینکه وارد بحث در مورد سینما رکس بشیم، من بخوام با دکتر که شدیداً هم خوش بیان هستم و هم خیلی خوب صحبت میکنن در مورد این مسائل صحبت بکنیم. البته هر هفته من داخل برنامه سینما رکس، همون اسم برنامه سینما رکس یادآور اون فاجعه انسانی هست. ولی خب قبل از اینکه وارد موضوع این برنامه بشم، یه نکته رو یادآوری بکنم که داریم به سالروز قتل مهسا امینی نزدیک میشیم. بدون تردید ما داریم دادخواهی میکنیم که بتونیم به هویت ملیمون برسیم، داریم دادخواهی میکنیم که بتونیم خیابانها رو مجدداً اون عطر ملیگرایی و فرهنگ ایرانی رو داخل خیابانهای ایران جاری بکنیم. در نتیجه کم کم باید آماده بشیم که دوباره خیابانها رو مصادره بکنیم. و اگر قشر خاکستری جامعه هستید، دارید برنامه رو میبینید، از تو پایش من آقا بس دیگه، بیاید به انقلابیون بپیوندید. هر چند که سالیان سال من داخل برنامه‌های متعدد واسه رسانه‌های متعدد چه نوشتم چه ساختم، گفتم آقا ما انقلابی هستیم، جمهوری اسلامی ضد انقلابه. چرا؟ چون که ما سالیان ساله که می‌خوایم انقلاب کنیم، جمهوری اسلامی نمی‌خواد انقلاب کنه. اونایی که ضد انقلابن جمهوری اسلامی آدم‌هاش هستن. دکتر من در خدمتم. نه یه چیز جالب بگم، این که میگی ما خیابونا رو مصادره کنیم، رژیم وطنمون رو مصادره کرده، ما باید خیابونا رو پس بگیریم، یعنی در واقع باید از مصادره درش بیاریم. من دکتر من میخوام مصادره کنم، حالشون رو نه انشالله موفق میشن بچه های مثل خودت، جوان ها. خب محمد عزیزم، در درجه اول ارتباط خانوادت رو بگو با سینما رکس. حالا اون ساختمون که فرو ریخت، خب تو بیرون بودی و قشنگ برای ما شرح دادی و داستانش رو گفت، ولی سینما رکس تو به دنیا نیومده بودی. نه بودم. چی شنیدی از بزرگ؟ نگاه کنید داخل آبادان، خب اصولا بذارید انجابت کم آبادانی صحبت بکنم، یعنی آبادانی صحبت بکنم، خیلی راحت‌تر باشم، ارتباط بهتری با ملت میشه راحت برقرار بکنم. ما آبادانی ها اصولا خب فاجعه بزرگ سینما رکس که تنها فاجعه نبود که جمهوری اسلامی رقم زد، در حال نیزار ماهشهر رو داشتیم، نمیدونم ساختمان متروپول رو همین چند سال پیش داشتیم، هواپیمای اوکراینی رو داشتیم. جمهوری اسلامی میانگین هر چند سال یک بار یک سینما رکسی برای ایران و ایران میان رقم زده. در نتیجه فقط سینما رکس نبوده، اتفاقات فاجعه های بزرگ انسانی رو جمهوری اسلامی رقم زده واسه ایران و ایرانیان. ولی ما آبادانی ها اصولا به این خاطر که شهر خیلی کوچیکه، شهر به هر حال همه همدیگر رو میشناسن، تو آبادان سوار تاکسی میشی میگی سلام آمو، میری نمیدونم خرید بکنی میگی سلام دایی، پیرزنه داره بار میبره میگی نه بذار کمکت بکنم. من همین چند ماه پیش یک ماه و نیم پیش داخل کل آبادانی های مقیم اروپا جمع شده بودن، از تمام اروپا آبادانی ها، از نمیدونم انگلیس، ایتالیا، سوئد، از بلژیک رفته بودن، خیلی ها دیگه هم اومده بودن، همه داخل به کلن جمع شده بودن، حدودا یه 2000 تا آبادانی جمع شده بودن. بعد جذابیتی که واسه مداش این بود که همینجوری راه میرفتم با همه سلام علیک میکردم، بدون اینکه اصلا ماها ارتباطی با همدیگه داشته باشیم. فضای آبادان فضای این گونه است که همه همدیگه رو میشناسن. در نتیجه فضا طوری بوده در شهر که شاید خانواده درجه یک رو کسی از دست نداده، اما
افرادی دوست آشنا بوده که بدون تردید از دست دادن، در نتیجه مثلا همون اتفاقی که واسه متروپول همین چند سال پیش افتاد که همه شهر عزادار بودند، سر قضیه سینما رکس هم همینطور بوده. داخل آبادان همه خیش و قوم هم دیگه هستیم، شاید خیش و قوم خونی نباشیم اما مرام و معرفتی با هم دیگه وابسته هستیم به هم دیگه، از بستگان یکدیگر محسوب میشیم. در نتیجه همه داغی داشتن دیگه، داغ عمومی بوده. حالا جدا از این که کل ملت ایران اون داغ رو داشتن، واسه آبادانی‌ها خیلی شدیدتر و عظیم‌تر بوده. نمیدونم پاسختون رو تونستم درست بدم. بله بله، من نکته‌ای که به نظرم جالبه، وقتی من رفتم آبادان دو روز بعد از آتش سوزی، یه نماینده داشتم اونجا، نماینده روزنامه اطلاعات، بسیار آدم حسابی بود، خدا رحمتش کنه، مرد نازنینی بود و خیلی به من کمک کرد. من واقعا وقتی با این بچه‌های شهربانی صحبت می‌کردم گریه می‌کردن و می‌لرزیدن که آقا چجوری میشه اینو به ما نسبت بدن؟ ما ناموس و جان مردم رو حفاظت می‌کنیم، بریم در سینما رو ببندیم آتیششون بزنیم. ولی عجیبه، آبادانی که تو انقلاب نبود، شرکت نفتی کار خودشو می‌کرد، با این حادثه برگشت. بنابراین خمینی تیرش به هدف خورد، هدفی که داشت آبادانم انقلابی بکنه و شرکت نفتو بکشه طرف خوده. میخوام بگم مثلا پدرت، پدر بزرگت، عموی بزرگت، خاله دایی، اینایی که اون روزها رو دیدن چی میگفتن؟ احساسشون چی بود؟ چقدر زود فهمیدن که این کار خمینیه و نه رژیم شاه؟ من چند سال پیش حدودا فکر کنم 7 سال 8 سال پیش بود که یه ویژه‌نامه‌ای مختص سینما رکس تهیه و پخش کردم در رسانه‌ای که کار می‌کردم، با افراد خیلی متعددی مصاحبه کردم، با شاهدان عینی مصاحبه کردم. واسه اولین بار بود که یک سری از اسناد مثلا اون نقشه سینما رکس یا کروکی سینما رکس یا چیزهایی که داخل اسناد محرمانه جمهوری اسلامی بود، حالا یه تعدادش رو همراه خودم آورده بودم از ایران، یه تعدادش رو از طریق دوستی که کارگردان مستندسازه در اختیارم قرار، یعنی در اختیارم گذاشت که منتشر کردم و اینا. با بلیت فروش سینما صحبت کردم، با افراد، با شاهدان عینی صحبت کردم، با کسانی که اونجا بودند. نگاه کنید داخل آبادان خب تمام خانواده ها میدونستند که کار حزب‌اللهی ها بوده، تمام خانواده ها میدونستند که چه اتفاقی داره میفته. چرا؟ چون خب آبادان به واسطه، نمیخوام اصلا بحث برتری و اینا رو واقعا نمیخوام مطرح کنم، کسانی که مخاطب برنامه هم بوده باشن یا مخاطب کتاب هم بوده باشن میدونن که اصلا همچین نگاهی رو ندارم. بعدا نیاید بامبول در بیارید بگید میخواسته بگه آبادانی یا بالاتر، ولی نه، به خاطر اینکه انگلیسی ها به شهر در شهر اقامت داشتن و فرهنگ اروپا در شهر متداول بوده، در نتیجه کسانی که در آبادان زندگی میکردن بینش بازتری داشتن، به اونم به واسه به خاطر این بوده که انگلیسی ها اونجا بودن. مثلا ما به هر حال مثلا یه شخص مثل نجف دریابندری وقتی وارد حوزه ترجمه میشه، خب نجف که دانشگاه زبان انگلیسی که نرفته بوده، که از طریق همین فیلم هایی که مینشسته نگاه میکرده تو بچگیش زبان رو یاد میگیره و بعدها داخل زندان و فلان و بیسار و اینا، آقا وارد ترجمه میشه و مترجم بزرگ و نامداری هم میشه. داخل آبادان فرهنگ یک مقداری بازتر بوده، در نتیجه خانواده ها آگاهی داشتن، حتی زمانی هم که اون دادگاه های فرمایشی برگزار میشه خانواده ها شرکت نمی کنن، خیلی از خانواده ها میرن دم شهربانی اونجا تحصن میکنن، حتی یکی یا دو تا از خانواده ها نوارهای سخنرانی ها رو هم دارند که من موفق نشدم، یعنی نتونستم ازشون بگیرم، به این خاطر که به ایران تردد میکردن و رفت آمد میکردند، حاضر نشدن که نوار کاست های سخنرانی هایی که در اعتصابات اعتراضاتی که روی شهربانی و اداره دارایی بوده اونجا در اختیارم بذارن. اما مثلا نکات جذاب و جالبی که خیلی کم هم بهش پرداخته شده و نمیدونم چرا، مثلا اون شاخک رسانه یه خیلی از همکارام در رسانه‌های متعدد کار نکرد که بخوام روی مسائل مانور بدن، یکی مثلا سر آمار مثلا میگن بیش از 600 نفر اونجا کشته شدن. نه، من با در مصاحبه‌ای که با اسکندر سیاهان یکی از بلیت فروش‌های سینما رکس داشتم که در اون روز مرخصی بوده، اون روز کسی که بلیت فروش بوده اکبر ساکی بوده، که در مصاحبه‌ای که با آقای سیاهان داشتم میگه که آقا ما 730 تا صندلی داشت سینما رکس که 30 تا شما برداشته بودیم، رارو رو یکم عرض رارو رو بیشتر کرده بودیم که
کس دیگه کسی هم دیگه اجازه نمیدادیم کف زمین بشینه، یعنی که 700 تا صندلی داشته. بعد روز آخر اکران فیلم بوده که اون فیلم فروششو کرده، سانس آخر فیلم گوزنه‌ها بوده. بعد اسکندر سیاهان میگه در صحبتی که بعدها با اکبر ساکی داشتم، اکبر به اسکندر گفته بوده که حدوداً 395 تا بلیت فروختن. نگاه کنید 395 تا بلیت فروخته شده، اینم باید در نظر بگیریم که به خاطر اینکه هوا گرم بوده و کولر و اینجور چیزها نبوده، خیلی هم سر میمدن از صبح یه تیکت میگرفتن یا بلیت میگرفتن و همجور مینشستن و بیرون نمیرفتن به خاطر اینکه هوا خنک بود، اونجا میخوابیدن حالا به هر دلیل دیگه. و یا اینکه خیلی ها بودن که حالا به هزار یک در این مشکلاتی داشتن یا هر دلیلی دیگه داشته، بعد از این آتش سوزی رفتن خودشون یا بستگانشون رفتن مثلا اون رو به عنوان کشته شده اعلام کردن و شناسنامه گرفتن. در نتیجه مثلا اون آماری که جمهوری اسلامی میده آمار غلطیه، چون سینما هیچ وقت نمیتونه سانس آخر در روز آخر 700 تا بلیت پر کرده باشه، هم چیزی محال ممکنه. یا مثلا حتی صحبتایی هم که سر دهباشی هم مصاحبه مال علی دهباشی، من هیچ وقت نمیکردم مثلا یه بچه شیعه بخواد بیاد در مورد جنایت هایی که هم مسلکی های خودش انجام دادن، به هر حال پیشینه یا ایده باشه مشخصه در چه سیستم امنیتی کار کرده، چه کارهای امنیتی کرده، چه کارهایی در حوزه هم حتی همون کارهایی هم که من واقعا باور ندارم، نه باور میتونم داشته باشم نه اطمینان میتونم داشته باشم در همین مصاحبه‌ای که دهباشی داده بیرون که یک قسمتش هم شما گذاشتید که بیاد نمیدونم در مورد سینمای آقای جمهوری اسلامی میخواست مشخص بشه اون فیلما رو از تو آرشیوا میذاشت بیاد بیرون. بله خب نه، حالا من یه چیزی میخوام ازت بپرسم، چون راجع به این کار کردی، تحقیق کردی، روایت که بخوای بکنی که چه اتفاقی افتاد، من روایت خودم رو گفتم. روایت تو رو میخوام که تحقیق کردی، پیگیر شدی، دستور از کجا اومد، کی اجرا کرد، چجور، اینو میخوام برامون بگید. بله، نگاه کنید، روایتی که واقعیته، هم حقیقته و هم واقعیته. من کاری به گفته های جمهوری اسلامی ندارم. کسایی هم که نمیدونم میخوان بیان بگن نه جمهوری اسلامی نبوده فلان و اینا، آقا من با اونام کاری ندارم. من بر اساس شنیده هام و بر اساس اسناد و مدارکی که در کارهای پژوهشی و اون ویژه‌نامه کاملی که کار کردم بر اساس اونها دارم میگم. از قم میاد، یعنی دستور از قم میاد که این کار انجام بشه. اول اینا به سینما سهیلا میدن که سینما سهیلا رو بخوان آتیش بزنن، اما به این خاطر که تینر با خودشون برده بودند اون تینر عمل نمیکنه. حتی در خود فیلم هایی هم که جمهوری اسلامی همین چند سال پیش بریده شده از دادگاه، از دادگاه فرمایشی که فکر کنم قاضیش هم تبریزی باشه اگه اشتباه نکنم، داد بیرون، خود کسانی که اونجا هستند میان میگن که آره آقا تینر رو بردیم، نمیدونم اینجوری شد، نمیدونم. بعد اومدن گفتن که نه، بعد اومدیم داشتیم رد میشدیم. بعد روز دوم میان دوباره سینما سویلا میان، اما سینما سویلا سانس شروع شده بوده دیگه، بلیط فروشی نداره، میان برگردن برن که ببینن سینما رکس درش بازه و بلیط فروشی داره و میرن داخل و این اتفاق میفته. این که مثلا این میمونه که ما بیایم بگیم که آقا الان نمیدونم در روز آفتاب در آسمان هست. خب معلومه که در روز در یعنی روز آفتاب در آسمان هست. این کار روحانیون و مذهبیون بوده بدون تردید، بدون شک و به یقین. امام جمعه آبادان که الان دیگه نیستش، سالیان سال مرده، به اسم جمین در این قضیه دست داشته. اون دو تا سه تا اسمی که شما اشاره کردید در این قضیه دست داشتن. من چند سال پیش تلاش کردم که از خانواده افرادی که در سینما، یعنی اون چند تا جوونی که عامل که نه آقا اینا اومدن فقط آتیش رو زدن، به باور من خود اون افراد هم قربانی هستند. بله. که بعد اعدامم شدند، خیلی تلاش کردم که با خانواده اونها ارتباط برقرار کنم، بتونم خانوادهشون رو پیدا بکنم، باشون مصاحبه بکنم. به هر حال در چهار دهه گذشته حرفای این خانواده دارن که شنیده نشده و زده نشده، و اگر اینجوری دارن از این طریق این برنامه دارن صدای من رو میشنون، یا اینکه در آینده میتونن این برنامه رو ببینن، یا اینکه اتفاقی دارن میبینن یا کسی بهشون میتونه بگه و اینا، آقا بیاد من با تو مصاحبه کنم ببین در این 14 چی به شما گذشته، چه روایتی شما دارید، چرا در این 14 نیومدید صحبت بکنید، چون بخشی از اون خانواده اون چند تا جوان الان داخل ایران نیستن، بیرون از ایران هستید، آقا بیاد حرف بزنید، حتی اگر در ایران هستید بیایید با اسم مستعار صحبت بکنید. ما باید این تاریخ شب، یعنی سینه به سینه این تاریخ شفاهی رو باید نگه داریم که آیندگان بدونن که وقتی که یک حکومت مذهبی در رأس امور میخواد بیاد، از قبل از اومدنش چه جنایت هایی میکنه، از قبل از اومدنش چقدر هشدار میکنه. واسه همین
ثبت بشه، اصلا سر بحث اثبات حرف من یا دیگری نیست، بحث سر اینه که آیندگان در کشورمون دیگه اجازه ندن یک حکومت مذهبی در رأس امور مملکت داره بیاد. کاملا درست. یه نکته جالبی رو بهت بگم که شاید ندون. بعد از ظهر بود، شلوغی های اون شهریور رو بعد، یعنی مرداد و شهریور، خانم کلانتری منشی نخست وزیر به من تلفن زد. این بانوی نازنین که چقدر به من کمک کرد برای اینکه تیتر اول داشته باشه. من دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات بود. گفت امروز یه هواپیما داره از تهران میره بغداد. ما بلافاصله فکر کردیم صحبتایی که شریف امامی کرده بود آقای نقابت معاونش درسته، اینا دارن میرن خمینی رو برگردونن. بنابراین ما اومدیم تیت زدیم تو اطلاعات، گشتیم یه عکس خمینی رو با دکتر امینی پیدا کردیم، مال سال 42 اینو یا قبل از 42 اینم چاپ کردیم. کیهان دیوانه شد، کیهان دید از ما خورده، رفت یه عکس بزرگتر خمینی رو چاپ کرد. حالا کاری ندارم. فرداش نقابت به من زنگ زد، معاون نخست وزیر، گفت نه آقا این هواپیما نرفت خمینی رو بیاره، این هواپیما رفت آشور رو بیاره، آتش زننده سینما رکس رو. عراقی ها گرفتنش، به ما تلفن زدن، در اختیار ما گذاشت. خب این اومد، حالا شلوغ شد، شلوغی ها بالا گرفت، آتش زدن تهران رو. قبلش دکتر عاملی تهرانی وزیر اطلاع رسانی ما رو خواست، رفتیم تو دفترش، این داستان رو تعریف کرد، گفت اینو گرفتیم و این آدم داره اعتراف کرده که آتیش زده به دستور همین آقای جمی و از نجف و قم و همه جا، خلاصه آقای خامنه ایرم به نوعی اسمشو می آوردن که به هر حال نمیدونم اونم تو این ماجرا بوده، کاری ندارم. بعد جالب اینه که آقای رحمان حاتفی، خدا رحمتش کنه، دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات که اون وقت سرپرست هم شده بود روزنامه کیهان، گفت آقای دکتر عاملی شما فکر کن اگه اینو بگی مردم باور میکنن، مردم اوردی محاکمتون کردن، شما رو متهم میکنن، اینو بگین بدتر میشه. خب ما اطلاعی از ارتباط تنگاتنگ حاتفی با حزب توده نداشتیم، میرسیم که بعدن اصلا رئیس سازمان سری نظامیش بود. دکتر عاملی تهرانی اونو اعلام نکرد. فردا در آتش‌سوزی تهران وزارت اطلاع رسانی رو آتش زدن. در دادگاه هم دکتر عاملی تهرانی که گناهی نکرده بود، خلخالی به خاطر سینما رکس اعدام کرد. یعنی میخوام بگم داستان سینما رکس همجوری ادامه پیدا میکنه. تئاتری که پرویز صیاد درست کرد شما دیدی؟ بله. به نظرم کار خیلی جالبی کرد صیاد، یعنی صیاد عمق این فاجعه رو در یک نمایش، و خودش میگفت کاش امکانات داشت فیلمش میکرد مثل فیلم فرستاده، ولی متاسفانه خب امکاناتش نبود، به صورت تئاتر در اومد. اینو میخوام ازت بپرسم، وقتی نسل شما اومد به میدون هیچ راجع به سینما رکس با هم حرف میزدین؟ هیچ تأمل میکردین روی این فاجعه؟ خب نگاه کنید، قبل از اینکه یه مگسی داخل استدیوی من هست، این مگسه همجوری داره تاب میخوره، بعد یاد این مگسه منو یاد افرادی میندازه، اینم بگم یه تیکه هم بندازم به زبازی در برده باشم، یاد افرادی میندازه که تو یک سال گذشته تو دست و پای انقلاب بودن، نذاشتن انقلاب ملی ما به رقم یعنی به ثمر برسه، مثل همین مگسه همینجوری تاب خوردن و اینا هی رفتن فاند گرفتن، هی کار کردن، هی او کار کردن، هی مردم رو دل سرد کردن، هی کاری کردن که صدای واقعی ملت یعنی شاهزاده رضا پهلوی بخواد کم رنگ‌تر بشه. اما خب همیشه خبری نیست، کسی که اصل و نسب داشته باشه ماندگاره، و شاهزاده رضا پهلوی به خاطر اینکه مسیرش مسیر درستیه و حرفش حرف ملت ایرانه و حرفش حرف ایرانه، حذف شدنی نیست که اون افراد میان میگن که من اینجوری میخوام بکنم، من اینجوری میکنم. شاهزاده رضا پهلوی میگه که ما، میگه ملت ایران، حتی ما هم نمیگه، میگه ملت ایران. برای نتیجه این مگسه منو یاده کسانی میندازه که تو دست و پای انقلاب هستند، هی فاند میگیرن، هی فلان میکنن، هی بیسار میکنن و اینا. وزبازی مو درآوردم، یه وزبازی دیگه بعدم یه وزبازی دیگه هم دارم که اونو بدتر میگم. اما جواب سوالتونو که بدم، نگاه کنید سر بحث عاشور و اینا که بود، خب مثلا حسین تکبلی زادم داخل همون دادگاهی که جمهوری اسلامی برگزار میکنه خطاب به
یعنی اون فیلم های بریده شده و سانسور شده ای که اومد بیرون، تکبری زاده یه جا خطاب به قاضی برمیگرده میگه که قرار ما این نبود، قرار نبود این اتفاق بیفته، که با عصبانیت هم میگه و با لحن خیلی تندی هم با قاضی اون دادگاه مضحک صحبت میکنه. یعنی اینکه اینا قبلش اومده بودن زد و بند کرده بودن که آقا اینجوری میشه اونجوری میشه. اما این در مورد اون بحث عاشور و اینا که گفتید، اما در مورد سوالی که پرسیدید، نگاه کنید بچه، سینما رکس بدون اغراق و بدون تردید در دقیق تمام بچه های آبادان بوده و هست. نسل جدید رو خبر ندارم، اطلاع ندارم، ولی در مورد نسل خودم میتونم بگم که بدون دلیل یعنی بدون اغراق ما هممون دغدغه داشتیم. بچه های خیلی زیادی بودن که حتی مثل من مثلا نویسنده یا شاعر نبودن، روزنامه نگار نبودن، ولی دغدغه سینما رکس رو داشتن همیشه. و خیلی وقتا مثلا ما پاتوقمون هنوز یعنی برای بار دوم سوم آتیش نزده بودن اون ساختمون رو که بعد بخوان تخریبش بکنن، ساختمون جدید بسازن، چون صحبت سر این بود که نمیدونم بیان موزش بکنن که همچه اتفاقی نیفتاد و دست جمهوری اسلامی نمیذاشت همچه اتفاقی بیفته. کسایی که این ایده رو داده بودن آدمهای خیلی خام و ساده لوی بودن به باور من. آقا جمهوری اسلامی کسی اومد جنایت کرده که نمیاد از جنایت خودش موزه بده. بله والا بجی اصلاح طلبی مثل سم میمونه، وارد جامعه شد یه سری خوشبینی ها رو به یه سری افراد داد که اون افراد بدون دلیل یعنی بدون اغراق میتونستن یکی از امکانات فکری اون شهر یا اون جامعه اون کشور باشن، اما فریب اصلاح طلبی رو خوردن، خوشبینی شدن، اومدن این کار کردن. آقا کسی که جنایت کرده که نمیاد از جنایت خودش واسه تو موزه بسازه، که یه تیکم به کلش کردن خود همشهری منداختم که این ایده رو داده بود و اینا. چقدر دارم وزه بازی در میارم امروز. محمد جان ستارم میزنی تو؟ ستار نمیزنم نه. گیتار چی؟ گیتارم نمیزنم نه، ولی زنبورک میزنم. این ناخونه را آخه دیدم. آها نه همیشه. درنگ کوتاهی میکنیم و برمیگردیم با محمد تنگستان. به 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 محمد عزیز، مینادریس رو برات گذاشتم که آره حال هوای خودتونه اونجا. آره مینادریس واقعا خوب. وقت داریم دکتر من یه دو تا نکته رو بگم؟ حتما بگو، داری پخش آره. میشه بگو. آره. نکته اول، تکبری زاده بعد از اینکه بعد از انقلاب که از زندان یعنی بعد از که در زندان باز میشه میاد بیرون و اینا، بعد خب از عذاب وجدان گرفته بود و مرتب به تمام کمیته ها سر میزده و میگفته که سینما رو من آتیش زدم دادگاهیم بکنید تو فلان و اینا، که بعد مجبور میشن بازداشتش کنن. اون دادگاه شکل میگیره. قبل از اینکه بازداشت بشه نامه خطاب به رولا خمینی نوشته بود. یه بخش کوچیک از اون نامه رو میخونم که پاسخ به سوال قبلیه که ازم پرسیدید. یه جای از نامه میگه که حالا که انقلاب پیروز شد و فلان و بیسار و اینا، من که قرار بود از سوی روحانیت مبارز این ماموریت چندشاور یعنی آتش زدن سینما رکس رو بر عهده داشته باشم، اینک با تغییر رژیم خودکامی محمد رضایی به جمهوری رهایی بخش اسلامی ساواکی معرفی شدم، اینک با این وضعی که برایم پیش آمده نمیتوانم برای امرار معاش خود و خانوادم اقدام به کار کردن کنم و نمیتوانم در جلسات ثمر بخش روشنگرانه آیات روحانیون و اینا حضور پیدا کنم. این داخل این نامش هم که هست میاد این نکته رو اشاره میکنه و میگه که یعنی که آقا بهش وعده داده بودن و اصلا اون فرج الله یعنی همه کاری که فرج الله بوده، حسین تکبری زاده کسی بوده که بدبخت فریب خورده. زندگی حسین تکبری زاده خیلی واسم جذابه واقعا، امیدوارم یه روز بتونم که یکی از خانواده حسین تکبری زاده رو پیدا کنم، باهاشون صحبت کنم، باهاشون مصاحبه کنم و بدون تردید حرفای خیلی شنیدنی خوام. نمیخوام بیام بگم آقا نمیدونم ازش قربانی زدی، نمیدونم چی بگم آدم پاکی بوده و فلان بوده، نه به هر حال دستش به خون هموطنان ما آغشته است، فریب خورده بوده، ولی خودش هم قربانی بوده دیگه. از این زاویه هم میشه نگاش کرد. به هر حال این صحبت ها بخشی از تاریخ شفاهی اینه که به باور من باید بمونه. یه تیکه دیگه هم بندازم تا قبلش چی نشده. ابرام نووی چند سال پیش در مورد اعدام های 67 داخل یه برنامه تلویزیونی بود، برگشت گفت نه فراموش کنید 67 و اعدام ها رو فراموش کنید و تمومش کنید برید تو فلان و بیسار و اینا. آقا این اتفاقات، چه اعدام های 67، چه فاجعه سینما رکس، چه نیزار ماهشهر، چه نمیدونم هواپیمای اوکراینی، چه اون ساختمان متروپول، نباید فراموش بشه. قطعهای زنجیری، بله قطعهای زنجیری. ما باید ملت اینها رو به یاد داشته باشیم و روز به روز مرورشون بکنیم تا بتونیم دادخواهی بکنیم. هر کس اومد گفت اینا رو فراموش کنید، در مورد اینا حرف نزنید، از طرف من بزنید تو دهنش بگید محمد تنگستانی گفت که هیچی نگو.
چه حالا هر کی که میخواد باشه، این اتفاقات نباید فراموش بشه. جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته هر روز ما رو کشته و دوباره زندمون کرده، فرداش دوباره مجدد ما رو کشته، خیلی چیزها رو از ما گرفت. من هر هفته تو برنامه‌ام دارم میگم ابتدایی ترین حق انسانی عاشق شدن رو از من و تو جمهوری اسلامی سلب کرده، بوسیدن معشوق رو سلب کرد، نذاش معشوقمون رو خیلی عاشقانه بتونیم در خیابان ببوسیم. جمهوری اسلامی خیلی چیزها رو از ما گرفت. هر کس اومد گفت که این جنایت‌هایی که جمهوری اسلامی رقم زده رو فراموش کنید، زمان گذشته و فلان و بیسار و اینا، یقش کنید، بگید که نه ما دادخواهی باید بکنیم. آقا داخل آلمان بعد از 90 سال این یارو رو چه بود پارسال 90 خورده ای سالش بود اومدن دادگاهیش کردن. بعد تو بگذری از چی می‌خوای بگذری؟ از خون جوانان وطن من، تو که دنبال امتت هستی آقای نوبی و امثال نوبی، شما دوباره ملت و ملیت که نیستید که، شما دنبال امت و امت پروری بودی مشتی. خب تیکمو به مسیح علی نژاد انداختم، به ابراهیم نوبی هم انداختم. آهاش، در مورد شادی امین هم یه چیزی بگم. آقا این روزها داخل برنامه این هفته هم گفتم خانم شادی امین داره هر کیو، هر کدوم از بچه‌هایی که در یک سال گذشته کشته شدن، داره میاد سندسازی میکنه که نمیدونم این جزء جامعه رنگین کمانی بود و فلان و بیسار و اینا. اولا که این بچه‌ها نیستن که بتونن تایید یا تکذیب بکنن. نکته دومش اینه که خانم امین، درست سیاست پدر مادر نداره، اما من و شما شرافت که باید داشته باشیم از بچه‌هایی که مردن با خون بچه‌های وطن من فاند نگیر و اینجوری واسه خود دفتر و دستک درست نکن. حالا ببین، راجع به فاند گرفتن من نمیدونم، این نوع مسائل آدم باید با مدرک رو بکنه. راجع به یه نفر گفتی مدارک متعدد در دسته، راجع به خانم شادی امین من نمیدونم. اما بگذاریم، سوال دیگه دارم. محمد تنگستانی از کی شروع کرد و چه جوری شروع کرد؟ به چی؟ به همین کاری که داری میکنی. آها، روزنامه نگاری؟ فکرم به فوش دادن به ملت دارید. اونو که بند نافته که بریدن مشغول شدی. نه کنی، من از داره به ماما ناسزا گفتی. تو مثل آقای خامنه ای نیمده بیرون بگی یا علی، به مامای خلاصه. آره من بچگی میخونم و مینوشتم. من خب سنان لالایی دوران بچگیم، خسرو گل سرخی و اینجور چیزا بود. مثلا من کلاس دبستان که بودم، یه بار از نازمم کتک خوردم دوم دبستان، سر صف بودیم، گفت که هر کی شعر بلده بیاد بخونه. ما هم رفتیم گفتیم او تشویق میشه، ما سر کلاس نمیره. چه تنبل بودم من، رفتم شروع کردم خوندم. همیشه یک نفر باید به پا خیزد، نمیدونم معلم پای تخت داد میزد، دستش به زیر پوششی از گرد پنهان بود. الان تمومش رو یه چک زد، ما رو برد دفتر و بعد زنگ زدن خانواده و گفتن آقا چی داره میخونه، ببریدش. یک هفته نذاشتم ما مدرسه بریم. ما چی کردن که آقا این شعر رو نباید بخونی، در صورتی که مثلا لالایی دوران بچگی من بود و اینا. من از بچگی میخوندم و مینوشتم. بعد روزنامه نگاری هم خیلی سنتی وارد شدم، به این خاطر که شاعر بودم و نقد ادبی مینوشتم. بعد از شاعر بودنم کم کم پام به رسانه ها باز شد، اونم با محبت و لطف شمسی پور محمدی بود که روزنامه روزان رو در استان خوزستان داشت. بعد دیگه وارد روزنامه نگاری شدم و وزم که بودم و سر زبونم داشتم و بچه پررو هم هستم و گردنم هم، یعنی واسه هیچ کس خم نمی کنم، و قلمم و هویت ملیم و پرچم شیر و خورشید کشورم و ایرانی بودنم رو هم به پول نمی فروشم. در نتیجه اینجوری موندم دیگه و الانم بوال گردن شما هستم و دیگه اینجوری هم. نه خیلی هم خوشحالم که، ولی خدایی دکتر اگر مثلا بچه پولدار بودم، مثلا به جایی که مثلا بچه کواترا باشم، اگه بچه بریم و بوارده بودم، بدون تردید نه شاعر می شدم نه روزنامه نگار می شدم. در اون صورت خانوادم پول داشتم واسه هم یه ساکسیفون بخرن یا یه ترومپت بخرن، من الان یه نوازنده یه ترومپت بودم. من تو از بچگی آرزوی این رو داشتم که یه ترومپت داشته باشم و هنوز که هنوزم مثلا خواب ببینم دارم ترومپت میزنم. با این که خیلی از نوازندگان قدر ترومپت دوستان صمیمی هستن، یا این که دوستان خیلی نزدیک و صمیمی دارم که ساز اصلیشون ترومپته و بارها مثلا بوده که ترومپت کنارشون بوده، یا مثلا جایی بودم که مثلا ترومپت های خیلی مختلفی بوده، اما هیچ وقت به خودم اجازه ندادم دست بزنم. این لجبازی با خودم کردم بخاطر یه وقت نوروز سال 50، این دوست قبل از که من بیام انگلیس، دفعه اول رفته بودیم شیراز با همسرم و پیمان جهانبین نازنین داماد مرحوم فرزاد،
پیمان و دوستان دیگری بودیم و حسن شهبری و منصور اوجی و بچه شاعر همه. بعد یک کاست اومده بود از فاستو پاپتی، وای خدا چه میکرد، اینو تو ماشین میذاش پیمان جهانبین و استریو صدا بلند، با این صدا ما چه کردیم و اینا، یادش بخیر. خب عزیزم برگردیم به بحث خودمون. اولین بار که نشستی جلو میکروفون رادیو کی بود؟ نگاه کنه اولین بار زمانی که خیلی باحاله، خیلی جذاب و جالبه. من اصلا خب من روزنامه نویس بودم، یعنی که داخل رسانه ها فقط می نوشتم، بیرون از اینا که رسانه های چاپی نیست، رسانه های اینترنتی و سایت و اینا بود، واسه سایت ها می نوشتم. بعد زمانی که حکم ارتداد رو بهم دادن، مکارم شیرازی داد، دیگه مثلا کسی با مصاحبه نکرد، عملا نون نداشتم بخورم. و یه روز به اون سردبیری که داشتم گفتم آقا میخوام پادکست بدم بیرون، الان این جهان هم داره به سمتی میره که یه کسی نمیاد بخونه، که همه دوست دارن گوش کنن. بگو اوکی. بعد زنگ زدم به کامبیز حسینی، خیلی آدم رفیق مشتی و باحالیه کامبیز، بهش گفتم کامبیز میخوام پادکست بدم بیرون. گفت بده. گفتم چیکار کنم؟ گفت باید ضبط کنی. گفتم با چی سلامو ضبط کنم؟ گفت با میکروفون. گفتم با بلنگو؟ نه با میکروفون. گفتم منظور بلنگوه دیگه؟ گفت که نه کدن میکروفون، بلنگوی چیز دیگه است، میکروفون چیز دیگه است. بعد رفتم گوگل کردم، راست میگه، میکروفون چیز دیگه است، بلنگوی چیز دیگه است. آقا کامبیز کمک کرد، راهنمایی کرد، اکسسوار به معرفی کرد و اینا. نشستم پای یوتیوب، از یوتیوب صدا برداری یاد گرفتم، تمیز کردن صدا، تنظیم صدا یاد گرفتم. بعد دو قسمت صوتی دادم بیرون، دیدم صوتی حال نمیده. از اونجایی که آدم ایدئالگرایی هستم و همه چیز باید پرفکت باشه، اصلا وسواس خیلی شدید و اوسیدی خیلی وحشتناکی دارم، گفتم که اینم حال نمیده. بعد گفتم چیکار کنم؟ گفتم تصویری. با اون سردبیرم گفتم آقا بخوام تصویری کنیم، آقا بودجه نداریم که بخوایم تیم استخدام بکنیم. گفتم همه کار یه تنه انجام میدم. گفت محال ممکنه، نمیتونی؟ گفتم میتونم، دو ماه بهم وقت بده. گو باشه. گفتم پس حقوق دو مامو بده دیگه. حقوق دو مامو داد، رفتم نشستم داخل یوتیوب تدوین یاد گرفتم فلان. اینا سر یک ماه و نیم بود یه برنامه دادم بیرون، به واسش ارسال کردم که اصلا بهت زده شد که مگه میشه که همیشه، یعنی اومدم نشستم خودم داخل یوتیوب، اولا تدوین یاد گرفتم، صدا برداری، نمیدونم میکس و مستر، لاجیک نشستم یاد گرفتم، بعد فاینال کات رو کاملا خوردم، بعد سیستم و استادیوم رو طوری نشستم درست کردم که بتونم همزمان هم مانیتور بکنم تصویر خودم رو که فوکوس کشی داشته باشم، هم خودم بتونم میکس و مستر کنم صدامو، همزمان نمیدونم متن رو بخونم فلان کنم، اینجوری هم واسه مخاطب یه جذابیتی به وجود اومد. بعد از طرفی که از مثلا ایده های از برنامه‌های غربی هم یه سری ایده ها رو گرفتم، به هر حال ویدیو پادکست در غرب یه چیز متمایل، چرا گفتم یه چیز خیلی مرسومیه. و من امروز ضبط برنامه سینما رکس هم بودم، ولی یعنی از ضبط برنامه سینما رکس تموم شد، سگم رو سری بردم یکم قدم زد، غذایی بهش دادم، اومدم خودم تونتون یه چیز خوردم اومدم داخل برنامه. اگر اینو بهتون بگم جالبه، زنگ میزنه به من تا میخوام بگم خب بعد تون تون مثل برق حرفشو میزنه، مزاحم شدم ببخشید خدا محمد کارت دارم. من یک دوستی دارم که اهل قلم قصه می نویسه، در ضمن حسابدار ما هم هست، هر وقت با هم صحبت میکنیم مثلا صدای من یه خود پایین میاد قطع میکنه، بعد دوباره بزنم میگم آقا چرا قطع کردی؟ گفت فکر کردم خداحافظی کردی. گفتم نه آقا من خداحافظی میکنم بعد قطع کن. حالا محمد تنگستانی هم همونجوری تون تون همینجوری که الان داره حرف میزنی توی تلفن پرایوت هم همینجوره. و من بسیار این جوان رو دوست دارم، آدم صادقیه، بسیار آدم ملیه، به وطنش علاقه داره. با همین امکانات محدود، من که فلان تلویزیون نیستم که بتونم بچه ها رو اونقدر که لایقشون هست براشون تأمین بودجه کنم، ولی با همین درویشی ما میسازه و تمام تلاش میکنه برنامهاش بهتر باشه و کارهای بهتری ارائه بده. من آرزو میکنم محمد عزیزم اینقدر امکاناتمون وسیع بشه که تو قشنگ بتونی برنامه روزانه داشته باشی راحت. آقا روزانه نمیرسم دکتر، من اوسیدی دارم، من وسواس دارم. حالا برنامه هفتگی یه ساعته داشته باشی امیدوارم واقعا زمان کمک بکنه به ما به اونجا برسیم. خب قربون شما. یه سوال دیگه ازت دارم، در
این حوادثی که پیش اومد، بعضی صداهای ناسواب اومد که جدایی و نمیدونم عربستان و از این حرفا میزدن. تو به عنوان یه بچه آبادان که با خیلی از هموطنان عرب ایرانی مونم رفیق بودی، زندگی کردی، مدرسه رفتی، آیا واقعا اینا صدای شنیدنی هستن در خوزستان؟ آیا واقعا اعتبار و جایگاهی دارن در میان مردم؟ نگاه کنید دکتر، اصلا بحث اینها نیست، اینا که آدمن. خب بله. اگر لشکرم باشن در برابر زبان فارسی نمیتونن همچی کاری بکنن. زبان فارسی اون قدرت و عظمتی که داره همچین اجازه ای رو نمیده به کس، به هیچ گروه و دسته و نمیدونم حزبی همچین اجازه ای رو نمیده. نه زبان فارسی ببین، فرهنگ مردم، فرهنگ نکنیم وقتی در مورد جدایی صحبت میکنیم، یعنی مثلا در مورد زبان باید بیایم صحبت کنیم. حتی مثلا کردی هم به باور من زبان نیست، شبه زبانه. زبان و شبه زبان خیلی نزدیک به یکدیگر هستن. حتی زبان عربی در ایران هم خیلی جا شبه زبانه. چرا؟ چون ریشه ای در فرهنگ این خاک نداره که به عنوان یک زبان مستقل باشه کنیم. جدا شدن استانداردهای خیلی زیادی میخواد. فقط بحث اقتصاد و سیاست نیست، بحث فرهنگ، بحث هویت، بحث اینه که بحث ارتباط با مناطق اطراف. بعد آقا ایران مگه کشکه که اینا بخوان جدا بکنن؟ خیلی ها بودن در طول تاریخ که میخواستن ایرانی دیگه وجود نداشته باشه، اما فرهنگ، رسم و رسوم و ملیت ما ایرانی ها اونقدر قدر و گردن کلفته که نه تنها فرصت به این افراد نمیده، بلکه گردنشون هم خورد میکنه. ببین محمد عزیزم، بذار دو نکته رو من بهت بگم. خیلی اعتقاد دارم. نه من اعتقاد دارم به تمام زبانها، فرهنگها در داخل این لحاف زیبای چلتیکه باید احترام گذاشت. 100% بخاطر اینکه خورده بگم. نه نه ببین الان بهت میگم، عبدالله مهتدی رهبر حزب کومله، خودش و برادرش از عاشقان فردوسی هم. از عاشقان حافظ هم. برادرش اصلا مفسر شعر فردوسی. عدنان قریفی رفیق من که اخیراً فوت کرد، نازنین توی هلند، عدنان بیشتر کتاباش به زبان فارسیه، اگه دو تا ترجمه داره یا یه شعر به عربی، ولی تمام به فارسیه. تو الان همین مینادریس رو که شنیدی هیچ جا نمیگه من عرب غیر ایرانی هم، میگه من ایرانی هم و نژادم عرب. منظورم اینه که مردمی که در این گربه نشسته به دیوار آسیا زندگی میکنن همه به ایران علاقمندن و خودروشون رو ایرانی میدونن. یه عده محدودی هستن که دو تا شیخ زغبوت و مغبوت دوزار بهشون میدن، یا از اون ور نمیدونم الهام علیوف توطئه میکنه، یا از این ور نمیدونم فلان جنرال پاکستانی، چهار تا آدم هم جذبش میشن. ولی شما بلوچا چه کردن تو انقلاب ایران؟ بله. الان ببین این مولوی عبدالحمید یه نفری چه میکنه؟ و همینطور در خوزستان، همینطور در کردستان، آذربایجان، شما هر جا رو نگاه میکنی اقوام ایرانی شعار رو یادته که از زاهدان تا مهران، از زاهدان تا نمیدونم مهاباد، از تهران تا خوزستان، یعنی مردم پیوند محکمی دارن. در زمان بسیار کوتاهی که دارم، دلم خود پیامی که به جوانا داری بده، چند روز دیگه سال روز محساس. خب دو تا نکته رو بگم. این خورده فرهنگ ها همه هویت ماست، فرهنگ نمیدونم بلوچ، فرهنگ کردی، اینا همه اینها وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن ملیت ما رو میسازن. منظور من این نبود که بخوام به خورده فرهنگ هامون توهینی کرده باشم. در مورد مهتدی یه تیکم به مهتدی بنویسم، بعد به جوونا بگم که گفتید که مهتدی عاشق فردوسی، خامنه ای مدرسه کلاسیک رو زیاد میخونه و اینا، به هر حال اونم فردوسی رو میخونه و میگه که عاشق فردوسی هستم. اما در مورد جوونا این نکته ای که در مورد جوان ها میخوام بگم، آقا نگاه کنید بچه ها، ماها باید بتونیم فردای خودمون رو بسازیم. برای ساخت فردامون باید دادخواهی بکنیم، باید بتونیم صدامون رو برسونیم به گوش. وقت تموم شد، وقت ما تموم شد. ممنونم ازت. هیچ وقت مهتدی رو با خامنه ای مقایسه نکن. ایران سربلند، ایرانی سرفراز،
پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق محمد تنگستانی دوست عزیزم و همکارم تاجی داره بعدی در پناه پروردگار عاشق.